زمین و زندگی، نگاهی به محیط زیست. آشیانه دریایی لاسیوتو در حومه مارسی در جنوب فرانسه تعمیر و کنترل فنی یک قایق ویژه در جریان است. پاسکال گولپیه، یکی از بنیانگذاران این پروژه و مدیر اجرایی آن، روی عرشه پلنت سولار از ما پذیرایی می‌کند. تنها قایقی که فقط با استفاده از انرژی خورشید موفق شد دور دنیا را بپیماید و حالا با استفاده از این تجربه خود را برای ماجراجویی‌های آتی آماده می‌کند. نزدیک 500 متر مربع از فضای عرشه پلنت سولار به پنل‌های جذب نور اختصاص پیدا کرده است. در اصل این یک وسیله نقلیه الکتریکی است که بر اساس ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و اطمینان به کارآمد بودن آن طراحی شده و در واقع یکی از اولین موتورهایی است که بر این مبنا ساخته شده است تا نشان دهیم که چگونه میتوان از این نوع انرژی‌ها بهره برداری لازم را کرد. اما امروز آنطور که باید انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکردند. در همین حال این وسیله به سکوی ارتباطاتی ما بدل شده و ما نشان دادیم که با آن میتوان حجم و وزن قابل توجهی را جابجا کرد و مردم را به آن راه داد. قرار است با همکاری دانشگاه ژنو گروهی از دانشمندان بهار آینده با این قایق از فلوریدا عازم ایسلند شوند و تحولات جریان گلف استریم را دنبال کنند. تجربه‌ای که می‌تواند اطلاعات ناگفته مفیدی با خود به همراه داشته باشد. شیوه هایی که گروه علمی پژوهشی ما از آنها استفاده کردند تنها محدود به اندازه‌گیری درجه حرارت نیست. ما می توانیم فعالیت ها و تحرکات زیستی درون دریا را اندازه بگیریم، به عنوان مثال شناسایی و بررسی فیتوپلانکتون ها، آن هم از طریق قایقی که سوختش هیچ گونه آلودگی و گازی را در دریا پخش نمی کند. اطمینان داریم که تحقیقات ما منجر به آلودگی هیچ کدام از این گونه ها نخواهد شد. به موازات این تجربیات، تحقق آزمایش‌های دیگری نظیر موردی که توسط مؤسسه اروپایی Waste Free Ocean انجام می‌شود، امکان پذیر خواهد بود. پژوهش‌های آنها بر روی گرداب‌های اقیانوس اطلس شمالی در محل دفن زباله‌های پلاستیکی متمرکز است و در این راه پلنت سولار به نظر می‌رسد با شرایط انجام پژوهش انطباق لازم را داشته باشد. جمع‌آوری نمونه‌ها به وسیله قایقی که متناسب با استفاده پایدار از انرژی طراحی شده، مطمئناً یک نکته مثبت است که می‌توانیم از طریق آن راه حلی برای موادی که در فاصله دورتری از ساحل قرار دارند پیدا کنیم. مثلا در مورد گرداب‌ها و جریان‌های آبی اقیانوس‌ها، در حال حاضر فقط 5 نوع آن در کره زمین شناسایی شده و برای ادامه تحقیقات باید بر روی وسایل دیگری به جز قایق‌های ماهیگیری کار کنیم. روی عرشه با یکی از اولین ملوانان پلنت سولار هم دیدار کردیم. جرارد دابوویل اولین فردی است که موفق شده این گونه اقیانوس‌ها را درنوردد. او در حال حاضر به دقت پروژه قایق‌های خورشیدی را از نزدیک دنبال می‌کند. این در واقع ماموریتی است برای مطالعه جریان گلف استریم، ماموریتی جذاب و جالب توجه که از نتایج تحقیقات مرتبط با آن میتوان بر بررسی تغییرات آب و هوایی 10-20 سال آینده استفاده کرد. بنابراین یک راهگشای کلیدی در مورد آینده ما به شمار میرود. پلنت سولار در ماه مارس دوباره راه دریا را در پیش میگیرد و این بار برای کسب اطلاعات بیشتر از جریان گلف استریم به ماجراجویی می‌پردازد.